اولین ویدیو منه و حتی نمیدونم قراره چطوری باشه، خوب بشه بد بشه. بریم سراغ داستان امروزمون. میخوام از برندی بهتون بگم که در سال 1977 از یک ایده ساده شروع شد و رفته رفته به یک امپراتوری بزرگ توی جهان ما تبدیل شد. اون برند ریسجاست ویکتوریا سیکرت. آقایی به اسم روی ریموند تصمیم میگیره برای خانمش بره از فروشگاهی لباس زیر بخره. وقتی وارد فروشگاه میشه با توجه به برخورد سرد فروشنده ها و چپ چپ نگاه کردن خانم ها به اون، احساس معذب بودن و ناراحتی میکنه و یک تجربه بدی از اون خرید پیدا میکنه. اونجا بوده که یک ایده به ذهنش خطور میکنه که یک فروشگاهی تأسیس کنه با ظاهری خیلی خفن تر، خیلی بهتر، که مردا بتونن خیلی راحت تر بیان و لباس زیر برای خانم ها تهیه کنن و یک فضایی باشه که هم برای خانم ها هم برای آقایون کاملا راحت و در دسترس باشه. در سال 1977 اولین فروشگاه خودش رو با نام ویکتوریا سیکرت تأسیس میکنه. چرا ویکتوریا سیکرت؟ ویکتوریا که اشاره به دوران ویکتوریایی توی اون زمان داشته که لباسای ظریف و مجلل میپوشیدن، سیکرت هم که اشاره به رمز و راز بودن، خصوصی بودن و جذابیت لباس زیر زنه که هدفش این بوده با ایجاد حس رمز و راز نظر مردم رو بیشتر جلب کنه. روی با دکوراسیون شیک و فضای دلنشین فروشگاهش رو حسابی معروف کنه. بعد گذشت 5 سال عمل کرده موفق، روی برای گسترش کارش نیاز به یک سرمایه خوب داشته و خوب این سرمایه کافی رو نداشت. آقای زرنگی به اسم وکسنر که دید تجاری خیلی قوی هم داشته، میبینه که روی حسابی به پول نیاز داره. بهش پیشنهاد میده که برند ویکتوریا سیکرتش رو ازش با قیمت 1,000,000 دلار خریداری میکنه. روی قبول میکنه و ویکتوریا سیکرت رو به آقای وکسنر میفروشه. وکسنر با دید تجاری خوب و بازاریابی خفنی که داشته، روی تبلیغات برند کار میکنه، طراحهای خوبی استخدام میکنه، میاد شعبه های دیگه ای از ویکتوریا سیکرت در جاهای مختلف افتتاح میکنه و کلی فشن شو برای معرفی این برند برگزار میکنه. همین باعث میشه که این برند به یکی از بزرگترین و بهترین برندهای لباس زیر در جهان تبدیل بشه. اما بیاین از پایان تلخ زندگی آقای روی بهتون بگم. روی بعد از اینکه ویکتوریا سیکرت رو میفروشه، کلی تلاش میکنه که توی کسب و کارهای دیگه موفق بشه. یکی از پروژه‌هاش رو اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که محصولات بچه‌ها، حالا اسباب بازی بچگونه، لباسای بچگونه و غیره فروخته میشد. اون کسب و کار با شکست مواجه میشه. چون نه مکانای خوبی انتخاب کرده بود، نه مدیریت مالی خوبی داشت. رقابت توی اون کسب و کارها خیلی زیاد بود. بعد از شکست خوردنش توی اون پروژه با مشکلات مالی خیلی زیادی روبرو میشه که اون مشکلات مالی روی روان اونم خیلی تاثیر میذارن و اون شکست تا اون مشکلات روانی باعث میشه که اثر منفی زیادی هم روی زندگی حرفه‌ایش و هم روی زندگی شخصیش بذاره. همسرش هم جدا میشه و جدایی از همسرش یه درد دیگه هم بهش اضافه میکنه. بعد از تحمل همه این فشارها، سال 1993 روی از پل گلدن گیت سان فرانسیسکو خودش رو میندازه پایین و به زندگیش پایان میده. مرگش به عنوان یک تراژدی بزرگ توی دنیای مد و فشن شناخته میشه. از شنیدن این داستان لذت کافی برده باشید. اگر نظری، انتقادی یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم توی کامنت ها بهم اعلام کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم هم لایک کنید هم سابسکرایب کنید. به زودی با ویدیوهای بیشتر در خدمتتون هستم. بای بای.